to worry about a tough crowd when I do stand up. But in the new special, America at a Crossroads, Muslim American Comics Come of Age, our next guests talk about looking for laughs in a post 9/11 world. Please welcome Dean Obidala and Tisa Hami. من تیسای هامی هستم، کمدین هستم. من وقتی 5 سالم بودم با خانواده‌ام اومدم آمریکا. تو شهر بوستون بزرگ شدم. من پدر مادرم میخواستن که من یا پزشک بشم یا دندون پزشک، اما من به پزشکی هیچ علاقه نداشتم. اینم که نشد. من وقتی کلاس 8 بودم فهمیدم که میتونم مردم رو بخندونم. یه معلم داشتم تو کلاس تاریخ، یه روز بهمون یه تکلیف داد که من همیشه بچه ساکتی بودم، هنوزم کلن ساکتم، هم پشت کلاس میشستم، زیاد حرف نمیزدم. اما اون روز معلممون یه تکلیف بهمون داد، منم یه جواب خنده دار دادم. بعد هنوزم یادمه، تمام کلاس یه لحظه ساکت موندن، بعدش خندیدن، خیلی هم خندیدن. منم وقتی برنامه اجرا میکنم همون حالت رو داره. You know, I went to an Iranian restaurant once. I had the kebabs. They were delicious. It's like, oh, why, thank you. I will inform the ambassador. For me, it was really after 9/11. برای من در واقع بعد از 11 سپتامبر بود که دیدم مردم چه تصویر بدی از ما ایرانی ها دارن. من حس کردم که نیاز هست راجع به این قضیه صحبت بشه. احساس مسئولیت میکردم که کاری بکنم و در اون موقع بود که فکر کردم کمدی میتونه راهی برای فعالیت اجتماعی بشه تا بتونم صدامو به گوش دیگران برسونم. وقتی دید و دلیل این کار رو پیدا کردم، تونستم برم روی صحنه. اول خیلی میترسیدم یک سال بعد از 11 سپتامبر برم روی صحنه و راجع به سیستم امنیتی فرودگاه ها جوک بگم. نمیدونستم مردم چطور عکس العمل نشون میدن، ولی هنوز اون شب اول رو یادمه. خیلی خوششون اومد. در انتهای نمایش مدیر باشگاه آمد و از من برای شب‌های دیگر دعوت. من به همه جای آمریکا سفر کردم. به 25 ایالت آمریکا رفتم. به جاهایی رفتم که هرگز فکرشو نمی‌کردم برم. من به جاهایی رفتم که برنامه گذاران به من گفتن که هرگز در زندگیشون یک ایرانی ندیدن. یادم میاد که یک برنامه در بوستون اجرا کردم. یک زن بعد از برنامه آمد تا با من صحبت کنه. خودشو به من به عنوان یک زن سفیدپوست مسیحی از ایالت تگزاس معرفی کرد. اون شب من یک جوک گفته بودم راجع به اینکه روزی در خیابون راه می‌رفتم، یه نفر سر من داد زد و گفت برو خونت. منم گفتم کجا برم؟ برم بوستون. اون زن به من گفت که این جوک برای او خیلی بامعنی بود، چون وقتی که 30 سال پیش تازه از تگزاس به بوستون اومده بود، یک نفر که لهجه تگزاسی اونو شنیده بود ازش پرسیده بود اینجا چه کار می‌کنی؟ برو خونت. من خیلی خوشبختم چون موفقیت به من رو کرده. من به شو ویو دعوت شدم. Tisa, what is that about? It's That's actually cute. It's cute, man. I'm originally from Iran. Oh, you're from Iran. Thanks. Iran's not the most popular country. Not the most popular place to be from these days. Yeah. But people always want to know, like, if my name means anything in my native language. Yeah. So, you know, I like to tell them that it's an ancient Persian word meaning we're so disappointed it's not a boy. But see, actually, I have a little sister, though, yeah. And she was born here in America, and my parents named her Melody, which, of course, is ancient Persian for lucky bitch got an American name. Yeah.
تازگی ها روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل منو به عنوان یکی از 11 نفر خنده‌دارترین زن های آمریکا نام برده. Female comedians in the country. I go to parties now and I tell them I'm an accountant. حالا من به مهمانی ها میرم. به جای اینکه بگم من کمدین هستم، میگم من یه حسابدار هستم. چون اگه بگم کمدین هستم، همه میگن یه چیز خنده‌دار بگو. و هر چی بگم ممکنه به نظر اونا خنده‌دار نیاد. به همین دلیل من در مهمونی ها میگم من یک حسابدار هستم و میشنوم که مردم میگن این زن خنده‌دارترین حسابداریه که ما تا حالا دیدیم. You know what? That's much better than being the boring comedian. See, I remember I was a Girl Scout, and our troop leader, she's like, all right, girls, we're all gonna go camping. I was like, camping? What's that? I don't think we have that in Iran. And she's like, well, we go out to the middle of nowhere.